بینندگان عزیز تلویزیون رایگانگر، سلام و درود بر شما. مریم امانی هستم و برنامه این هفته یه تلویزیون رایگانگر رو خدمتتون ارائه میدم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در برنامه این هفته ادامه گفتگوی هفته گذشته رفقا دانش ارجمندی، محمد رضا شارگونی و امیر جواهری رو پی میگیریم. در بحث این هفته پس از مروری به اخبار مبارزات کارگری چند موضوع مورد بررسی قرار میگیره. ضرورت سازماندهی حرکات سراسری و متحد برای مقابله با پدیده مرگ خاموش از جمله خطریه که جان رضا شهابی رو به طور مشخص و فعالین جنبش کارگری رو به طور عمومی تهدید میکنه و همچنین موقعیت جنبش مبارزاتی و راهبردهای پیشروی این جنبش برای تحقق بخشیدن به خواسته های کارگران و زحمتکشان کشور. با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، داریوش ارجمندی هستم. همونطور که هفته گذشته قول دادیم بحثمون رو با رفقا محمدرضا شارگونی و امیر جواهری لنگرودی پیرامون مسائل کارگری به طور کلی و مسائل بودجه و همچنین صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی دنبال می‌کنیم. رفقا خیلی متشکرم از اینکه به وعده خودتون وفا کردید و این هفته هم در خدمت شما هستیم. اگه اجازه بدید بحث رو پیش از اینکه وارد بحث اصلی بشیم از رفیق امیر بخوام که اخباری رو که در رابطه با وضعیت جسمی رضا شهابی هست و ضرورت این قضیه رو که به این مسئله پرداخت بشه یه مقدار توضیحاتی در این رابطه بدید. عرض سلام درود دارم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، همینطور به شما رفقای عزیز رفیق شالگونی و داریوش ارجمندی گرامی. ببینید سرراست اگر بخوام برم روی وضعیت رضا شهابی بایستی اشاره داشت به نامه‌ای که خود سندیکایی‌ها نوشتن و همینطور کمیته دفاع رضا شهابی که الان بر پیشانی سایت ما هم هست و اون اینه که خطر مرگ رضای شهابی رو در صورت تداوم حبسی که در زندان رجای شهر متوجه اونه تهدید میکنه. ماجرای اینه که طبق روال هر هفته همسر ایشون خانم ربابه رضایی به دیدارش میرن. این چهارشنبه که رفتن متوجه وضعیتی شدن که برشون تعمیل شده بود و به پزشکی بیمارستان زندان مراجعه کردن، گفتن که بله ما تشخیص یک سکته دادیم، به مسئولین زندان گفتیم ولی ترتیب اثری نداد. این وضعیت بلافاصله بدل به اطلاعیه شد که هم کمیته دفاع از رضای شهابی داد و هم سندیکایی ها و بازخورد وسیعی در سطح شبکه های مجازی داشته. در همین فرصت کلکتیو سندیکه های فرانسه با 5 اسمی که مسئولین سندیکه ها رو تعریف میکرد به شخص خامنه ای در ایران فرستاده شد و خواهان این شدن که رضای شهابی با توجه به تشخیص پزشکی زندان بلافاصله از زندان آزاد بشه و اگر چنانچه امکان معالجش در اونجا نیست ما تقبل میکنیم که در فرانسه این رو به معالجه برسونیم. خود این اقدام که بعد وسیع و گسترده‌ای داشته در سطح اتحادیه‌های جهانی همه فعالین عرصه کارگری در داخل کشور رو به اصطلاح تحرک واداشت و الان به شکل جدی خود سندیکا طی نامه سرگشاده‌ای که به کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران و سراسر جهان نوشته نگرانیش رو بروز داده. ما هم از طریق همین امکان گفتگو نگرانی خودمون رو ابراز می‌داریم. همراهی، همسویی و همجهتی ما رو با خانواده رضا شهابی، با همه فعالین سندیکای شرکت واحد، با تمام کنشگران اجتماعی که بر سر آزادی رضا شهابی تاکید می‌ورزن، ما خودمون رو در کنار اونها می‌بینیم. خبر دیگه رو که بایستی بدم چون در حوزه بحث امشب با جای ویژه‌ای داره، در واقع تحرکیه که
بازنشستگان پولاد اصفهان دارن پیش میبرن که طی روزهای گذشته فراخانی که داده بودن به خیابان اومدن، در خیابان آمادگاه شهر اصفهان مقابل ساختمان مرکزی صدای سیمای استان اصفهان تجمع کردن. ویدیو کلیپش الان در سطح شبکه‌های مجازی داره دست به دست میگرده. تظاهرات روز دوشنبهشون اونچنان وسیع بوده که در واقع یک موج ایجاد کرد که مجبور شدن اعلام بکنن که حقوق این بازنشستگان رو به سرعت میپردازن. تجربه چیزی که پیشتر از اون در سطح شوش دیده شده بود، یعنی کارگران نیشکر هفت‌تپه که به دفعات به خیابان اومدن و عقب نشینی نکردن، خواسته هاشون رو دستبندی کردن، خانواده های رو با خودشون همراه کردن و تونستن انعکاس وسیع و گسترده بدن خواسته هاشون رو، به حال به بخشی از مطالباتشون دست پیدا کردن، مشترکاً به نتیجه رسیدن که تنفس اعلام بکنن و موقتاً اعتصابشون رو مشروط به پایان ببرن تا به بخش های دیگری از خواسته هاشون که ردیف شده بود پیشتر و سندیکای هفت‌تپه هم به شکل جسارت‌آمیز اون رو اطلاعی میکرد پی بگیره. این تجارب نشون میده که اگر تحرکات بازنشستگان از نفس نیفته و اون چیزی که در تهران بزرگ دیده میشه و همینطور در سطح استانهای کشور به هم گره بخوره و کلید بشه مثل تحرکات معلمان پوشش سراسری بگیره، حتما و حتما به نتایج در واقع مؤثرتری خواهد رسید. خوب که این رو بینندگان من به همین شکل در میان گذاشتیم. بسیار عالی. من فقط میخواستم یادآوری بکنم که برنامه ما چند روز قبل از روز جمعه که روی آنتن میره پخش میشه، ضبط میشه و به همین دلیل ممکنه ما یه مقدار از اخبار عقب باشیم. امیدوارم که تا روز جمعه که برنامه پخش میشه شاهد آزادی رضا شاهی باشیم، ولی اگر چنین بود به هر حال این تناقض ظاهری به دلیل ضبط برنامه ما از چند روز قبل است. رفیق امیر اشاره کردن به اینکه استمرار مبارزات کارگری و از جمله در خبر اول هم بود انعکاس اون در سایر کشورها و جلب حمایت بین المللی از این مبارزات میتونه و هست موفقیت آمیز هست و به هر حال تا اندازه زیادی به پیشبرد خواستهای طبقه کارگری ایران و مردمش کمک میرسونه. همزمان ما مسئله بودجه رو داشتیم رفیق چالگونی و اگرچه بحث بسیار وسیع است ولی میخواستم حداقل از اینجا شروع بکنیم که اون بخشی که بسیاری براش تاکید کردن مسئله امنیتی بودن بودجه و اینکه بودجه جریانات امنیتی و به ویژه سپاه با توجه به چیزی که هفته پیش هم صحبتش کردیم از اینکه سپاه اعلام کرده بود که برای برخورد با اصطلاح شورش ها به میدان خواهد اومد، این مسئله رو چطور میشه توضیح داد؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما رفقای عزیزم و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون کارگر. من والا فکر میکنم که خیلی روشنه که امیر توضیح داد. واقعیت اینه که وقتی که در اصفهان کارگرها میان و اونطور با هیبت و با در واقع جسارت و اینها مسائلشون رو مطرح میکنن، یا در شوش کارگران هفت‌تپه مثلا در چیز میان اون حرفها رو میزنن و اعلامیه درخشانی که میدن و میگن که راه ما گشودنی نیست مگر اینکه سراسری متحد بشیم، این واقعیت اینه که وحشت زده میکنه، رژیم رو وحشت زده میکنه. بنابراین اینه که اینکه یک دفعه بدون حتی اعلام قبلی که مثلا وزارت کشور هم حتی یه نوعی اظهار نارضایتی میکنه، بسیج رو به میدان میارم و نیروهای ویژه از بسیج رو میارم به میدان و اینها، نشون میده که اونها خودشون متوجه هستن که وضعیت خیلی شکننده هستش، یعنی میتونه یک شورش عمومی اتفاق بیفته. توجه داشته باشید که در این لحظات خیلی مهمه که به انسانهای سازمانگر، به همون آدمهایی مثل رضا شهابی ها احتیاج حیاتی وجود داره. چرا؟ من در مصاحبه با یه رفیق دیگری داشتم میگفتم که چند روز پیش رضا شهابی در واقع
و امثال او در واقع مردان و زنانی هستن مثل موسای کریم الله که در واقع میدید که بنی اسرائیل رو از بردگی در مصر نجات داد، با عصاش میزد دریا شکاف بر میداشت و اینها. اینها هم عصای معجزه‌گر دارن. عصای معجزه‌گر چه هستش؟ اینها مردان و زنانی هستن که مسئله حیاتی رو یافتن، ارتباطات با بخش‌های مختلف زحمت کشان. دیدید که مثلا کارگران هفت تپه چی میگفتن؟ نه تنها کارگران مختلف رو به هم ارتباطی و سازمانیابی و اتحاد دعوت میکردن، حتی مال باختگان رو هم میآوردن. دقت بکنید، مسئله معلمان رو میآوردن، در حالی که بخشی از چپهای معذرت میخوام که وسلا عقب مانده همچنان دارن بحث میکنن چه آیا معلم ها خورده بوجو هستن یا مثلا نیستند و اینها. در چنین شرایطی مثلا کارگران هفت تپه از معلم ها اونطوری تجلیل میکنه، از بازنشسته ها اونطوری تجلیل میکنه. بعد این نشون میده که یک کسانی هستن که اینها اون رمز موفقیت رو میدونن چه هستش و این خطرناکه. اینها انسان‌های معجزه‌گر هستند، عصای موسایی در دست دارند. بنابراین اینها یا باید بکشند، مثل رضا شهابی، خب می‌دونیم که شاهرخ زمانی رو چکار کردن، محمد جراحی چطور شد، یا همون چه قتل‌های خاموش حالا و همه جا گفته میشه و اینها، این چه اتفاقیه. مسئله‌ای که هستش عبارت از اینه که بایستی بحث بر سر یه فرد نیست، انسان‌هایی هستند که کلید آینده هستند. اینها اگر قرار باشه که مردم ایران، حتی عمدن میگن مردم ایران، فقط زحمت کشان نیستن، زحمت کشان بخش حیاتی جامعه هستن، اگر زحمت کشان بلند بشن بقیه دیگه نمیتونن مقاومت بکنن، دنیا تکان میخوره. به قول اون حرفی داشت در ماتستون در اون چیزه که جالب نبود، کتاب جالبی نبود، کتاب سرخ و فلان. بعد ماجرا این بود که این یگون کوه را از بن میکند و فلان، از کوه را از میکند. یه کوهی از که جلوه مثلا خورشید رو گرفته، یک دهقانی میاد اونجا کوه رو شروع میکنه کندن، مثلا بیل میزنه که این کوه رو بکشه کنار چه آفتاب بیاد. همه هم اصلا خنده داره دیگه، کوه رو مگه اینطوری میشه کند؟ میگه اونقدر کند که در اون امثال مثلا ضرب المثل چینیه دیگه، گویا ما از اون استفاده میکنه که خدا که از بالا نگاه میکردید خوشش اومد، خودش کوه رو زد کنار و آفتاب هویدا شد. اون یگون کوه رو از جا میکند، اینها اونها هستن، میتونن کوها رو از جا بکنن، دره‌ها رو پر بکنن، دریاها رو بشکافن. دقت بکنید، این مردان و زنان حیاتی هستن. سپاه، جهاد، نمیدونم بسید، قبل از همه وظیفه شون اینه که کنترل بکنن اینا رو. اینو بایستی در نظر داشته باشین و وظیفه ماها هم اینه که دقیقا از اینها حمایت بشه. اینها یه فرد نیستن، بحث بر سر یه آدم نیست، بحث سر سر سرنوشت یک کشوره. حتی نمیگم که سرنوشت کارگرا، چون واقعیت اینه که سرنوشت در جایی که همه نابود میشن، همه یعنی اکثریت عظیم کشور همین زحمت کشا هستن، کشور ما داره نابود میشه. بنابراین اینها هستن که اینو میتونن بازه. بنابراین رژیم، همین آقای با بصیرت رهبر بزرگ، قبل از هر چیز باید فرمان قتل اینها رو بده. وگرنه چطوریه که رضا شهابی رو آزاد بکنن، از زندان به بیمارستان بره معالجه بشه فلان، رضا شهابی از به کجا فرار خواهد کرد؟ حتی بره فرانسه که مثلا همونطور که امیر گفت که دعوت کردن اگر شما امکان ندارید بفرستید ما اینجا معالجه بکنیم، رضا شهابی در فرانسه اگر بمونه به چه دردی میخوره؟ دقت بکنید، اگر در ایران باشه به چه درد میخوره؟ خیلی مهمه. بنابراین اون اصلا هر جا هم برانید فرارش بدید بازم برخواهد گشت. چرا میترسن؟ نه، قراره چونها رو سر به نیست بکنن. به نظر من متمرکز باید شد روی دفاع از این آدم ها، مردان و زنان طلایی، مردان و زنان معجزه‌گر. این لحظه حیاتی امروزی اینه که
دفاع باید کرد از اینها و این رمز پیروزی در دست اینهاست. رفیق امین، به هفته گذشته به شما صحبتتون رو با ضرورت کنترل کارگری و توده‌ای بر صندوق‌های بازنشستگی تموم کرد و به عنوان یک راه حل در برابر اون بحرانی که باش روبرو هستیم. اخیراً سازمان ما هم در راستای برنامه خودش، در تطبیق به اصطلاح شعارهای خودش از جدایی ناپذیر بودن دموکراسی و مبارزه برای آزادی‌های بغیر شرط سیاسی و سوسیالیسم به اصطلاح صحبت کرده. آیا این رو میشه مصداقی از همین مسئله دید، چیزی رو که شما گفتید در رابطه با کنترل کارگری بر صندوق‌های بازنشستگی و به اصطلاح از این زاویه به قضیه دید پرداخت؟ در واقع اینا عناصر توامانی هستند. نمیشه که این از جامعه صحبت بمون بیاری که حقوق کارگر، حقوق نیروی رنجوکار جامعه به هیچ گرفته میشن، ولی در جامعه ما نتونیم برای تحقق دموکراسی و آزادی قدم برداریم و با در واقع مصداق بخشیدن واقعیت زندگی در صدد این باشیم که زندگی توده زحمتکشان بهبود پیدا بکنه. اساسا امکانش نیست. الان پرسشی که از رفیقمون شارگونی کردید بسر بودجه نشون میده که اون چی که مثلا امسال بودجه سال 97 پیش روی دولته، دو دسته توی این میانه در واقع طرف توجه این بودجه هستن. یکی برندگانش که معلومه کیا هستن که تو پرسش شما هم جای روشنی داشته، و بازندگان همین نیروی رنجوکار جامعه، طبقه ما. برندگانش کی هستن؟ برندگانش همون نیروی هستن که در هیکل وجودی سپاه و بسیج و در واقع حوزه‌های علمیه و بیشمار نیروهایی که براشون رقم‌های کلانی تراشیدن نسبت به اون چیزی که در سال‌های پیش بوده و اون چیزی که علارغم اینکه کفگیر همه صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی توسط همین دولت به برنامه‌گیاش به تعدیق رسیده و اتفاقا از این دولت هم شروع نشده، بلکه همونطوری که در گفتار پیشین اشاره داشتیم از دوره رفسنجانی شروع شده و همینطوری داره طی طریق میشه، این در واقع نادیده گرفته میشه. بود این نیروی اجتماعی که داره برای وصول اون چی که هی میدوه بهش نمیرسه توی جامعه تلاش میکنه. اون چی که ما در برنامه ما بهش اشاره داشتیم بیش از هر چیزی ما به ازای همین تو امان بودن عنصر در واقع آزادی و دموکراسی در جامعه‌ای که عناصر واقعی یک زندگی که امنیت حرفه‌ای و شغلی کارگران و نیروی رنجکار جامعه رو تامین بکنه، در واقع اونجا چیه نادیده گرفته میشه. هم برای معلمان، هم برای بازنشستگان، هم برای پرستاران، هم برای کارگران بخش خدمات، هم برای کارگران تولیدی و هم برای کارگران بخش‌های صنایع. از طرف دیگر برای اون بخش از نیروهایی که در هیچ کدام از این زوایا به حساب نمیان، مثل دستفروشان، مجلس مصوبه کرده که کولبری بایستی رخ ببنده از حیات جامعه، در حالی که نیروی کولبران یک پهنه جغرافیایی وسیعی رو پوشش میده. تو وقتی که برای اونها کار نتراشیدی، هیچ حرفه‌ای در اون منطقه ایجاد نکردی، در خبرهای همین هفته بوده که بخشی وسیعی از دانش آموزان برای رسیدن به پدران و مادران مسن خودشون از مدرسه که میرن بار میزنن رو دوش خودشون، از این ور کو میبرن به اون ور کو. یعنی یه پایشون تو مدرسه است، یه پایشون تو کولبریه. شما میخواید با یک مصوبه و قیام و قیودی در مجلس این حرفه رو از جامعه رخ بکنید؟ خب چی میخواید جایگزین بکنی؟ وقتی که به دروغ میگی که آقا ما میخواییم اشتغال زایی بکنیم، اشتغال زایی رو با کارورزی میخواییم تعریف بکنیم. این بخش وسیع نیروی دانشجویان مملکت ما رو که فارغ التحصیل شدن و هیچ عرصه کار بنیادی برای اونها نمیریزید، بلکه با کمترین منظور داشتن حقوق میخواید اونها رو بر سر شغل ببرید و هیچ چیزش ناپیداست. یا حتی کارگری که با قراردادهای گوناگون سفید و یه ماه و سه ماه و 99 روزه میخواد به سر کار برش بتراشین که هیچ بنیاد امنیت شغلیش تعریف نمیشه. خب طبیعی است که مقتضیات اون چی که توی جامعه ما زیر گرفته میشه عدم تحقق بنیادهای در واقع آزادی و دموکراسی، ما بیش از پیش بایستی برش پای بکوبیم. و همه این عناصر لایتجزایی که توی شرایط اجتماعی جامعه ما به ویژه در عرصه اردوی کار نادیده گرفته میشه، باید اون رو بیش از پیش به صدا در بیاریم. مثل همین مورد معینی که رفیقمون شارگونی در ارتباط با
رضای شاهی به سناتور آورد وظیفه سنگین رو متوجه چپ میکنه، صرف نظر از هر حد نزدیکی به دوریش به سندیکای شرکت واحد، صدای رضای شهابی ها، صدای محمود بهشتی لنگرودی ها، صدای اسماعیل عبدی ها و صدای بیشمارانی باشیم که واقعا صدا ندارن، صداشون رو قطع کردن، آگاهانه رو قطع کردن و همه این عناصر زندگی رو بر اونا بستن. پزشک بیمارستان میگه یا این آدم بایستی یا حتما مراجعه بکنه به یک پزشک متخصص و حاضر و این پروسه رو طی بکنه، زندانبانش گرفته نمیگذاره. همون بلایی که سر شاهرخ زمانی آوردن، همون بلایی که به نوعی سر افشین اوسالو آوردن، همون بلایی که سر ستار بهشتی آوردن، همون بلایی که سر محمد دیگری، یعنی آگاهانه میخوان یک مرگ خاموشی رو تحمیل بکنن به نیروی رنج و کار جامعه و توی جامعه هم به محض اینکه تو اعتراض میکنی صدات میبندن، شلاق کشت میکنن. مثل همین یوتیوبی که الان در رابطه با کارگران در واقع معدن آبدره در اومده، صاحب معدن در ونکوور کانادا داره در ویلای خودش با قول من رو شیرخط میندازه، این کارگر زحمتکش بایستی هم زندانش بره هم شلاقش بخوره و آقا به اعتراض بدن عفو بده که طرف مجبور بشه یا ما شکرگزار آقا هستیم که ما عفو داد، در حالی که صاحب معدن که میبایستی در داخل کشور باشه و پاسخگو باشه نیست، به دلیل اینکه پشتش به کوی احد بسته، به خدا آقا بسته و حاصلش این میشه. من فکر میکنم که اون چیزی که ما امروز در دستور کار ما داریم در راستای پاسخگویی به الزامات اون چیزی که تو شرایط اجتماعی جامعه توسط کل حاکمیت جمهوری اسلامی نادیده گرفته میشه، امر خیلی جدی و مساوامیزیه. بایستی با تمام قدرت توان ازش پشتیبانی و حمایت بکنیم و دیگر نیروها هم میبایستی در این راستا از خودشون اون ابتکار عمل لازم و ضروری نشون بدن تا بشه به شکلی تو امانتر این تحرکات در جامعه در واقع پاسخگو بود. اشاره کنید مسئله بودجه، همونطور که اشاره شد بحث اصلی این روزهاست چه در ایران چه در خارج از کشور نسبت به این قضیه. از جمله صحبتی هست مبنی بر اینکه اساسا نه تنها به دلیل طرح بودجه امسال که به دلیل سیاست‌های که امیر هم اشاره کرد سالهاست در ایران جاری است، سیستم تأمین اجتماعی در حال فروریزی است و عواقب بسیار ناگواری خواهد داشت، چه برای مردمی که میبایست قاعدتا زیر تأمین زیر بسیار پوشش این صندوق ها و اصطلاح تأمین اجتماعی قرار بگیرن، چه در رابطه با کل جامعه. این مسئله رو یه مقدار باز بکنید و اینکه چیزی که ما سالهاست بر روش پافشاری کردیم مسئله تأمین اجتماعی و مبارزه بر اونا. ببینید مسئله بودجه امسال به این خاطر زیر اصطلاح دوربین ها قرار گرفته، نورافکن ها قرار گرفته، همه جا حساسیت ایجاد کرده که خب خودش خب گندکاری داره ولی گندکاری تازه ای نیستیم، یعنی بودجه ها همیشه اینطوری بودن دیگه. مثلا حتی در دوره اصلاح طلب ها که مثلا خاتمی و اینها بود میگفتن که مثلا چند شرکت هست که مثلا زیر کنترل دولته ولی هیچ کدوم از اونها مجلس حتی نمیتونه لیست بکنه. دقت بکنید ها، در اینجا هم همون هستش، یعنی چیز تازه ای نیستیم. چرا همونطور که خود شما اشاره کردید چرا حالا این برجسته میشه مسئله بودجه؟ در خود بودجه اساسش نیست، اساسش اینه که فروپاش اقتصادی هست، مخصوصا در جاهایی که مثلا سیستم بیمه چیزی وجود داره برای کارگره، اونها در واقع همه میبینن که دارن از بین میره، یعنی همه دارن هشدار میدن، زنگ‌ها به صدا در اومده، به این خاطر که حساسیت پیدا میکنه. در این لحظات من به نظرم با صحبت کردن درباره این که مثلا بودجه بهتر خواهد شد بدتر خواهد شد و فلان اینها تا حدود زیادی به حاشیه رفتنه. واقعیت اینه که ببینید در همین سال گذشته سال 90 و
6 و 95 همین دو میگفتن آ رشد کشور رشد داشته دی اقتصادش جالبه درست در حالی که اقتصاد کلی کشور رشد داشته یعنی اینها تونستن برخلاف اون دوره‌ای که تحریم ها و اینها بوده نفت و گاز و فلان صادر بکنن درآمدشون بالا بره وضعیت مردم پایین اومده وضعیت مردم همین که مثلا سفره‌های زحمت کشان کوچکتر شده نه در اون آمار و فلانی هم چه گفته میشه از خانوار میانگین در واقع صحبت متوسط صحبت میشه اون تا حدود زیادی گمراه کننده است مثلا تا حدود زیادی اصلا نشون نمیده که چه اتفاق میفته اون میلیاردرها هم توش هستن هم به اصلا اونهایی که اصلا نانی در سفره ندارن و اگر اونها رو مورد توجه قرار بدیم که غالبا هم آمار دقیقی در بالایشون وجود نداره اون وقت میشه که چه واویلایی هستش در چنین شرایطی هست که در واقع مسئله جدیتر میشه در این لحظات ماجرا اینه که قبل از هر چیز بایستی همونطور که امیر گفت دفعه قبل هم میگفت شما هم در سوالتون بود مسلمه که صندوق‌های بیمه اولا که انواع صندوق‌های بیمه و فلان که درست کردن خب حالا همه خود همین‌ها رو گیرید که این که آیا این کارساز هست یا نه اون بحث دیگریه ولی همین صندوق‌ها رو مگه میشه به اصطلاح بازنشسته صندوق بیمه به اصطلاح بازنشستگی وجود داشته باشه خود بازنشستگان یا آدم‌های منتخب آنها منتخب میگم در اونجا در اداره اون نقش نداشته باشن اصلا امکان نداره چون در هر جای دنیا اینطوری هستش اصلا یعنی مثلا در کشورها که اصلا بازار آزاد کامل فلان دارن به هر حال اون مسئله‌ای که مربوط میشه به کارگرا و زحمت کشا و اینها یه نظارتی توش هستش نظارت از طرف صاحبان حق میتونه وجود داشته باشه کارگران برای این احتیاج هست که همین الان در واقع انتخابات های صورت بگیره این معلوم میشه چقدر ورشکستگی است بعد یه مسئله حادی که وجود داره همین الان این حرکت هایی که شروع شده بایستی ببینید نام بدهکاران سیستم بانکی کسانی که بدهکارن میگن یعنی همه بانک های ایران ورشکستن دیگه بدهکارهایی دارن که نمیتونن بدهیشون رو بدن اینها آدم های فقیر نیستن گفتم که اشاره کردم دیگه 120 چند نفر میگن یه عالم قسمت اصلی بدهکاری ها مال این هاست خب بدهکاران سیستم بانکی باید اسمهاشون آورده بشه و نسب نامه اینها در واقع و شجر نامه اینها که به کجاها وصلن باید روشن بشه یا لااقل اصلا اسمشون در بیاد چینا چیا هستن معلوم بشه مردم بشناسن آیا در خارج هستن یا در داخل توجه داشته باشید که خیلی ها را که میان داخل حتی خارج هستن میگیرن اونجا میندازن تحت عنوانهای مختلف تو هلفتونی چطوریه که اینا یه پاشون خارجه بعد طرف در رم وقتی هم که در رم حتی باز هم اسمشو نگفتن چی هستش اسمهاشون باید معلوم بشه اسم کسانی که این مؤسسات به اصطلاح اعتباری رو درست کردن سامن العلمه خاتم الانبیاء نمیدونم کوف زهر ما رو اینا باید چی هستن چیا برگزین چیز کردن چیا اینا رو ایجاد کردم و مال مردم رو چطوری خوردم دقت بکنید اونهایی که صندوق های بازنشستگی در دوره اونها ورشکسته شده باید اسمهاشون معلوم بشه که چیا هستن مثلا ببینید که جریمه نقدی که برای آیه سعید مرتضوی گذاشتن یادتونه دیگه اون خنده داره اصلا توهین آوره 200,000 تومان و من اشتباه میکنم اصلاح بکنید 200,000 تومان پول نیست که این میدید که چقدر پول کارگرها رو داد زحمت کشا رو داد به نمیدونم چیا کارت فرستاد و فلان خودتون لیست داشتید دیگه میگفتید اونا حالا اینا چطور میشه؟ اینها مگه میشه سعید مرتضوی بدون حمایت شخص آی خامنه ای چنین کاری بکنه اصلا امکان نداره بنابراین که باید قبلا اینها لیستاشون در بیاد بایستی تشکل‌های مستقل کارگری در واقع به رسمیت شناخته بشه همین الان در این حال در این وضعیت در اونجاست که بازرسی باز کردن دفترها و میزان ورشکستگی روشن میشه بعد مسئله حیاتی دیگری که هستش اینه که اون اصل نمیدونم سی قانون اساسی سی سی ای قانون سه چهار تا
تأمین اجتماعی معنا داره. وعده دادید، ولایت فقیه رو بر گرده مردم گذاشتید و مردم رو گول زدید، با شناعت تمام گول زدید. گفته چا تأمین اجتماعی وجود داره. تأمین اجتماعی یعنی چه؟ یعنی اینکه مردم بایستی نمیدونم حق کار و بیکاری داشته باشن، بعد حق مسکن داشته باشن، حق بهداشت داشته باشن، حق آموزش داشته باشن. لااقل این چهار دارو. آ این تأمین اجتماعی رو نه اینکه مثلا این صندوق فلان شد، صندوق ورشکسته شد، اموال آقا رو بفروشید، اینا رو بدید به اینها دیگه، به کارگرانی تو که مثلا در فکرشو بکنید در آلمان، در سوئد فلان صندوق ورشکسته بشه چیکار میکنن؟ دولت بایستی همه رو بسیج بکنه، پول فوق‌العاده‌ای جمع بکنه، دقت بکنید. بعد به بازنشسته میگه میشه گفت، یا مثلا به کسی که بیمه داره، کسی که بیمه بهداشت داره میشه گفت یه ورشکسته شدید. یعنی این شرکت‌های خصوصی نباید باشن. همه ایرانی ها باید حقشونه که مخصوصا اونایی که پایین پایین هستن اینا معلوم بشه که چرا تا به حال بیمه یارانه سوخت دادن حتی برای وزرا. این آخه چی دادینو؟ چرا این کار رو کردید شما؟ میدید که چقدر پول به هدر دادن در این مورد؟ حالا اون بیمه اون که نمیدونم 40,000 تومن نمیدونم چلان به ما میدادن به هر نفر، پشت اون میدید که چه دنیایی رو میچاپیدن. اینا روشن بشه به نظر من این در ما حالا در دورهی به سر میبریم که این لحظه ها در واقع بحث بودجه یا مثلا همین چه شفافیت خودشون، شفافیت اینا هستن، روشن بشه اسمها و اینها رو روشن بکنید. همین که مثلا صادقی اومده گفته لااقل روشن کنید در مجلس که چقدر به نماینده ها مثلا حقوق میدید. همین مثلا اصلا معلوم نیست که حقوق چقدر میدن. آیا 5 میلیون تومن میدن، 10 میلیون تومن میدن، یا 32 میلیون تومن میدن، چقدر اصلا ارقامو میبینید دیگه ها. بعد تازه اینها اونهایی که حقوق گمراه کننده است، حقوق نجومی، از طریق حقوق کشور چاپیده نشده، از طریق مالخوری ها چاپیده شده، دقت بکنید. هر قدم حقوق باشه خب باشه، بیاد اینا که جیز هستن، آخون جیبش بزرگه، معمولا جیبش همه چی جا میگیره. مسئله اصلا حقوق نیست که چقدر حقوق میدن مثلا به تمام این آخونده، مسئله اینه که اینا میخورن، غارت میکنن. اون غارت ها باید در بیاد. اینها نمیشه در بیاد مگر اینکه رضا شهابی ها، محمد جراحی ها، نمیدونم بهشتی ها، بقیه دیگه، حالا اسمهاشو امیر قشنگ همهشون رو دقیق میگه دیگه، همه اینها بایستی، اینها مردان و زنان طلایی، مردان و زنانی که عصای موسی دستشونه، اینها باید تشکل مستقل رو بتونن سازمان بدن. مردم هم باید از اینها دفاع بکنن، پشت اینها باشن، و جان اینها بایستی جان مردمه، توجه داشته باشید. باید از اینها باید لحظه کنونی لحظه تشکل هاست، لحظه دفاع از پیشاهنگان تشکل هستش. اگه اینها رو ول بکنیم همه چیز از بین خواهد رفت. بنابراین این لحظه بحرانی رو باید خوب در بیابیم. داریوش چون اسم مورد از سید مرتضوی، همین اواخری که سید مرتضوی رو دوباره کشوندن به پای محاکمه، اون بخشایی که مربوط به سازمان تامین اجتماعی بوده به سمن بخش بهش بخشیدن، پروندهش اونجا بسته. یه پرونده به قول معروف خیلی بیمعنایی در رابطه با مجموعه جنایتی که توی ایوین و توی کهریز ایجاد کرده بود 5 سال بهش دادن، 5 سال هم 3 سال شروع بخشیدن، 2 سال قطعی دادن که هنوز بیرون داره میگردن، هنوز به زندان نرفت. این سعید مرتضوی نوبخت اعتراف میکنه که لیستی که حتی کسی نمیتونه برخی از اونها رو بپرسی که این بودجه رو چی کردن و چگونه مصرف کردن، چیزی که رفیق شالمونی گفته. سازمان صدا و سیما 1140 میلیارد تومان، بسیج مستضعفین 1350 میلیارد تومان، خدمات حوزه علمیه قم، شورای حوزه علمیه قم، کمک به بازسازی ارتباط جامعه مصطفی عالمیه، منشور فرهنگ قرآن، حوزه علمیه خواهران، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد رهبری در دانشگاه، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، کمک به نهادهای رهبری، حوزه های علمیه خراسان، مؤسسه نشر آثار امام، دفتر ولی فقیه سپاه، شورای انقلاب فرهنگی، احداث و تکمیل مساجد، حفظ آثار دفاع مقدس. اینا تک به تک براشون برای سال 97 آقای حسن روحانی تامین بودجه کرده رفته اونجا. ولی اون بخشی که مربوط به مردمه
اون بخشی که مربوط به نیرو رنج کار جامعه است، همه و همه سنگینی بار اومده روی اونها و فشار اونچنان بر گرده اونها اومده که همین حد اقلی رو که امروز دارن دارن از اونها میگیرن. برای اقشار متوسط جامعه هم به همین شکل، بنزین رو همین نو وقت گفته که ممکنه که بره بالای 1500 تومان. یعنی اینا نشون میده که حالا این لیست تمام نشده، من احتمالاً در یک برنامه مستقلی تمام این لیست رو فهرست میکنم که مردم بدونن که آقا سیاست گذاری عمه جمعه چه جانوران ما قبل تاریخی هستن که 37 میلیارد تومان برایشون تامین اعتبار کرده برای سال 90. مجمع جهانی اهل بیت، شورای تبلیغات اسلامی، تدوین کتب علوم انسانی، مؤسسه امام خمینی، ستاد اقامه نواز. یعنی واقعا اون چیزی رو که خود نوبخت از سر بدبختی گفته، این لیست اونچنان مفتزهه که اصلا آدم نمیتونه به قول رفیق شارگونی گره اینا رو بگیره که شما این پولی که به شما دادن چیکار کردین؟ اصلا حساب پس نمیدن و اینکه اصلا وجود ندارن. هیچ آدمی تو نمیتونه پیدا کنی که بر سر مجمع جهانی اهل بیت باشه و بتونه به مردم حساب پس بده. ولی حسن روحانی از اون طرف بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعیه، آدم جانور و لیفصفتی مثل سید مرتضوی رو میرخشن، از محاکمه رهاش میکنن. اون محاکمه دربستگی هم که متوجه بابک زنجانی کردن، اونم هنوز معلوم نیست که حاصلش چی شده. ولی این میانه نیروی رنجکار جامعه همچنان میبایستی سخنگویانش در درون زندان ها باشن، یا توی وینن مثل محمود بهشتی اسماعیل عبدی، یا توی زندان جای شهرن مثل رضای شهابی، یا دیگرانی که پرونده شون همینطوری داره دست به دست میگرده. ابراهیم مددی، علی نجاتی، داوود رضوی، خانم صدوده رو دوباره میخوان بکشن و بعد بیشمارن این طرف اون طرف. یعنی برای جماعت حساب ویژه دارن منظور میکنن، بودجه کلان دارن منظور میکنن، ولی این نیروی رنج و کار جامعه این بلاست اون بلاست سر معلمان داره میارن، اونجا هم دارن با بازنشستگان این برخورد میکنن. یعنی داستان واقعا بدل یک سناریوی بیمعنایی میشه که فقط اتحاد و همبستگی و هماهنگی و هماوایی این نیروی رنج و کار جامعه است که میتونه رو تشکل مستقل خودشون بدل به یک پایگان مکمل بکنن و اینها رو از حلقوم اینا بکشن بیرون. در غیر این صورت خیلی هزینه آوره، یعنی سنگین تر از اون چیزی که امروز هست خواهد بود. رفیق امیر، من میخواستم سوالی رو از رفیقمون شالگونی مطرح بکنم، منتها برای اینکه بتونیم واردش بشیم میخوام از شما که با توجه به اینکه دنبال میکنید اخبار رو، یه مقداری از سطح شعارهایی که در اعتراضات گوناگون جنبش مطالباتی مطرح میشه رو بازگو بکنید تا من بتونم بر اساس اون سوالی رو که میخوام از رفیق شالگونی بپرسم. خواهش میکنم. الان مثلا بحث بیکاران مطرحه که توی شوش و تو کردستان و چند جای دیگه اعتراضاتی رو به سامان میبرن. شعارشون خیلی روشنه، ما فارغ التحصیلان بیکار، ما کار بدید. خیلی سرراست به جوانان شوشی کار بدید، نماینده و فرماندار بیکاریم بیکاریم. بازنشستگان تو کف خیابون خیلی سریع همین توی اصفهان جمع شدن و آفری به ملت بسه. یک اختلاس کم بشه که مراد اختلاس همین دزدی های وحشتناک میلیارد میبرن، کم بشه مشکل ما حل میشه. اون بخشی که مربوط به آزادی در واقع شهابی و معلمان زندانی و ایناست، خیلی هم اون شعار سر راسته. شهابی زنده باد، سندیکا پاینده باد، شهابی شهابی آزاد باید بشه، آزادی شهابی خواسته فوری ماست، کارگر زندانی آزاد باید بشه، شهابی بهشتی عبدی آزاد باید بشن، کارگر زندانی معلم زندانی آزاد باید بشن، کارگر میمیره ذلت نمیپذیره. خیلی سریع و سرراست میگن هپکو زنده باد، آذرآب پاینده باد، از عراق تا تهران کارگران در زندان. این یک بیان، یه واقعیت میشه. این رو همینطوری کشت داد برد تا کردستان، از این ور برد تا شوش و نمیدونم اون خطه اسدویه که جنوبی ترین نقطه ایرانه. وزیر کار ایران دشمن کارگران، اینا از زبان خود کارگران تو کف خیابون میاد. بنابراین شعارها در ارتباط با اون وجه از مطالبه ای که کارگر باش دست به گریبانه، اینجا هم اونجا خودش رو نشون میده. تو سطح معادن هم به همین شکله که آقا کارگر کار میکنه دیگه شلاقش دیگه. اینا واقعیت اون چیزی که الان تو کف خیابان دیده میشه.
بدین ترتیب ببینیم شارگونی میخوام با این سوال برنامه رو به پایان برسونیم که برای تحقق این شعارها و خواستها و خواستهای دیگه ای هم که به حال مطرح هست در سطح جنبش مطالباتی مردم ایران امروز چه راهبردهایی رو در پیش داریم؟ ببینید به نظر من خود این شعارها خیلی آموزنده هم دیگه. وقتی شعار داده میشه یک آگاهی، یه سطحی از جنبش درش به اصطلاح متجلی میشه. خود شعار در این خیلی مسئله مهمی. یک دفعه در اعلامیه هفت تپه میاد که مال باختگان رو هم میاره، یا میگه که معلم ها هم فلان باید باشه، یا مثلا بانشسته ها این طوری هم. و یک دفعه میگه که هر مشکل ما از طریق تشکل سراسری حل میشه. دقت کنید این یه موقعی بود که صحبت کردم از تشکل سراسری برای بعضی ها خیلی واقعا یه رویا بود اصلا. حالا در شعارهای کارگرا هست اینطوری که امین میگه، همون که در خیابونها میاد اصلا صحبت میشه، مشخصا به وزیر کار حمله میشه، دشمن کارگر میشه. یک دفعه از آزراب، هپکو، نمیدونم یورتو، نمیدونم چیزو، اینا همه اینها رو به هم وصل میکنن در ذهن اعتصاب کننده، حرکت کننده، معترض، اینها وصل میشه. ده یک فضایی وجود داره. به نظر من این فضا بایستی، مخصوصا من به اون واقعا امیدم به اون مردان و زنان طلایی، اون مردان و زنانی که به نظر من همون که گفتم مثل موسای کلیم الله هستن که عصاشون رو وقتی میزنن دریا شکافته میشه، اونها هستن که بایستی به نظرم ارتباطگیری رو گسترش بدن. فقط کافی نیست شعار بدیم، ارتباطگیری باید گسترش پیدا بکنه. یعنی مثلا شرکت اتوبوسرانی، کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران بایستی با شرکت‌های اتوبوسرانی مثلا شهرهای بزرگی دیگه سعی کنن تل رابطه بگیرن. این لحظه‌های مناسبی برای رابطه گیری و گره زدن همدیگر به همدیگر هستش. مسئله ای که هستش در این لحظه فراموش نباید کرد، حتما و حتما، مخصوصا اونهایی رو که در حاشیه به اصطلاح تشکل‌های چشمگیر هستن، تشکلی در واقع ندارن، که اون رو از طریق تأمین اجتماعی میشه مطرح کرد. مسئله تأمین اجتماعی بایستی در کف خیابون‌ها به میدان بیاد. تأمین اجتماعی مسئله‌ایه که جمهوری اسلامی وعده داده بوده، کلاه گذاشته بوده سر مردم و گفته که 4 تا تأمین اجتماعی، 4 تا چیز بهتون میدم، سوبسید میدم. سوبسید نه به معنای که مثلا فلان درست میکنم، نه، اصلا من یارانه نمیدونم انرژی نمیخوام، مسکن، مسئله بیمه بیکاری و کار، بیمه آموزش، بیمه بهداشت، اینها رو شما بدید چون مکلفید، مجبور شده اید که خودتون رو متعهد کرده اید که بدید. مردم اگر شما میگید که شما رو انتخاب کردن که کلا سرشون گذاشته بودید، در واقع اینها به خاطر اینها با این گمان ها میگفتید حکومت عدل علی. اینجا لحظه هایی که تأمین اجتماعی رو باید وارد کرد به نظر من، و در اینجاست که به نظر من جلو اون مرگ‌های خاموش رو مخصوصا باید گرفت، حساسیت بیشتری نشون داد به این مسئله. این کمک بسیار بسیار بزرگیه. جوانان، دانشجویان و اینها در این لحظات، ببینید مسئله خیلی کلیده، یک چیز رو هم نباید فراموش کرد، اون عبارت از اینه که در واقع یک بخشی از حاکمیت که در واقع اون همون سپاه آزاد، اون بخش فوقانی هرم قدرت دیگه، سپاه جز بشه، همین که نیرو به خبر نکرده یه دفعه نیروی ویژه میفرسته برای سرکوب و اینها. توجه بکنید مثلا تسنیم میگه که فلانجا در گزارش بودجه اومده که مثلا برای تهیه گزارش در مورد زنان این هم اینقدر، این میلیون دلار، میلیون تومان بایستی پول خرج بشه. اینا چه گزارش چه خرجی داره؟ دقت کنید
یعنی میخواد بگه که اگر به اصلاح معاون رئیس جمهور در مورد تهیه گزارش پول خرج بکنه، مثلا این معلومه ریخت و پاشه. درباره حوزه علمیه قم در مورد اون نهادهای مذهبی که امیر اسمشون رو برد، راجب اونا هم صحبت میکنه یا نمیکنه؟ نه معلومه که نمیکنن. دقت میکنید اینا مهمه. یعنی وقتی که شورش میشه ما باید توجه داشته باشیم که روحانی معلومه که در واقع معتقد دولت خوب نمیتونه مسکن درست بکنه. جدی میفرمایید؟ چطوری دولت میتونه مسکن اجتماعی ما لازم داریم؟ در کرمانشاه رفته بود دیدید که در پل سر پل زهاب و فلان جه. دولت خوب خود مردم درست بکنن باید و فلان و بهما ما پول میدیم. نه خواهش میکنم، به مسئله تأمین اجتماعی یکی از چیزاش تأمین مسکن. دولت باید مسکن درست بکنه و مردم برخوردار بشن. معلومه روحانی پلتفرمش چیه، ولی اونهایی که خودشون رو طرفدار مستضعفان میدونن، مثلا رئیسی ها نبات و نمیدونم فلان و بهمان میفرستاد در انتخاباتش فلان، اونها حوزه های خطرناکتری هستن. اینها مدافع زحمتکشان نیستن. در این لحظه های به اصلاح رویارویی خیلی مهمه که توجه داشته باشیم تصادفا خود آقای با بصیرت خطر اصلیه، خود امامزاده خطر اصلیه، خود شهر مقدس امام رضا، نه اینکه با امام زمان سر جنگ داریم، با امام جمعه مشهد سر و کار داریم. حتما بایستی، چون خیلی از اون به اصطلاح مؤسسات اعتباری که مال مردم رو خوردن در مشهد هستن. توجه داشته باشید چطوریه که شهر امام رضا اینجا مقدس کنسرت نمیشه، ولی مالخوری که میشه ها؟ چند تا از اینها در مشهد هستن، شاندیز و نمیدونم فلان و بهمان و سامن الائمه و نمیدونم فلان و بهمان. چطوری این اتفاق میفته؟ آیا خوردن مال مردم کار امام رضاست یا مال شماست؟ توجه میکنم به نظر من اینها خیلی مهمه. یک نکته هم که به نظر من معمولا علم میشه از طرف به اصطلاح کارشناسان نمیدونم فلانی به اصطلاح چیز خیلی متبهر و فلان، ایران اقتصادش طوری نیست که سیستم تأمین اجتماعی فلان بهمان داده بشه. حالا تصادفا ایران چه چیزی رو داره، تمام این مؤسسات مذهبی و فلان و بهمان رو که اینا میخورند و میبرند و غارت میکنن، حقوقها رو نمیگن، حقوق همون که گفتم بحث غارته، اونها رو اگر وردارید قضیه حل میشه. اصلا تأمین اجتماعی یعنی مال امام، مثلا فکرشو بکنید در اون چیزی که حتی متون مذهبی، زکات برای چیه؟ زکات برای اینه که آدمهایی که ندار هستن. دقت بکنید اگر مالیاتی که در دوره شترچرانی نهروز دولتی شکل نگرفته بود، برای مالیات موارد مصرفش رو مراجعه بکنید در قرآن و فلان و بهمان، همش اینا که به کمک بکنید به مردمی که احتیاج دارند، یا تصادفا تمام اونها بایستی خرج این سیستم تأمین اجتماعی بشه. اگر این چیزهای کلان عظیم رو که پول کشور رو میخورند و نفت و گاز و همه چیز رو غارت میکنن، همون که اشاره شد دیگه که در همین سال گذشته، دو سال گذشته، در آن به اصطلاح تولید ناخالص داخلی ایران ظاهرا بالا رفته دیگه، رشد داشته ها، ولی در وضعیت مردم بدتر شده پایین. خب معلومه که یعنی که به یه جایی بلعیده میشه دیگه، این خیلی روشنه. اون بلعیدن حلقوم اونها گرفته بشه، این امکان داره. به نظر من ارتباط گیری، به اصطلاح سازمان دادن وسیع در سطح سراسری، دفاع از تأمین اجتماعی و مسئله اینه که در دام مردان خدا نیفتید، به خودتون تکیه بکنید. به نظر من راه اینه. در این لحظه ها، لحظه های حیاتی هستن که بایستی هیچی هم نشه اگر بتونن کارگران و زحمتکشان پیوندهایی که خودشون مطرح میکنن در شعارهاشون، اینها رو به اصطلاح عملی بکنن که با هم دیگه رابطه برقرار کنن، به پیروزی بزرگی در واقع یه گام بزرگی در پیشروی به طرف هدف اتفاق افتاده. خیلی مهم. سپاسگزارم محمد رضا شهرگونی و امیر جواهری لنگرودی از اینکه با ما بودید و امیدوارم که در برنامه آتی هم بتونیم دنباله این بحث رو داشته باشیم. زنده باشید. سپاس از شما. در اینجا به پایان یکی دیگر از برنامه‌های تلویزیون رایکاگر رسیدیم.
سپاسگزارم از اینکه تا این ساعت همراه ما بودید. شاد و تندرست باشید.